سلام خدمت دوستان عزیز خب بریم ادامه مبحث لینوکس رو داشته باشیم جلسه قبل خاطر تو باشه من کامندی نوشتم نوشتم دیت یه دو تا از اینا گذاشتم و نوشتم مثلا هلو قبل رو این صحبت بکنیم اصلا این یعنی چی؟ یه عکسی دارم بذارید اکثر رو بیارم ببینیم بچه ها رو عکس توضیح بدم خب این اکثر بچه ببینید هر کامندی که ما میزنیم یه سری ورودی های استاندارد داره یه سری آرگومان داره یه سری خروجی استاندارد داره و یه سری در خطای استاندارد داره اینا یعنی چی؟ تو همین کامندی که بچه زدیم اینجا کامند دیت یه خروجی استانداردی داشت که خروجی استانداردش رو ریختیم داخل هلو دا پس کامند دیت خروجیش چی بود؟ چه خروج امروز بود دیگه تاریخ امروز بود. این رو به عنوان خروجی استاندارد ما ریختیم داخل هلو دات تکستی. الان اینجا شد پس به عنوان ورودی اومد داخل این. اوکی. حالا تو همین عکس چیزی دیگه داشتیم به نام استاندارد ارور این رو ببینیم چیه. فرض کنید من مثلا بنویسم دیت این میشه استاندارد ارور، نیا ارور داد. میتونم همین استاندارد ارو رو بریزم داخل یه فایلی به نام مثلا error.txt حالا اگه error.txt رو باز بکنم چت کردم حالا سوال اینجا پیش میاد که چرا پس این نرفت داخل ارودات ببین بچه من چند دقیقه پیش جایتون باشه اومدم چی گفتم گفتم مثلا میزنیم کل مثلا میزم داخل مثلا کل حالا اگه کل رو باز بکنم کل دات بخونم فایلش رو نیا کنید این داخلش رفته الان یه لحظه اینجا نیو کنید این, این الان کلمونه دیگه فایل تکستمونه من اینو بازش میکنم میگه کنید تاریخ دوشه یعنی اومدم گفتم که خروجی کل رو بریزید داخل در حقیقت بریزید داخل کل لا تکسی اما اینجا چرا ایرور رو نریخت یعنی من این ایرور رو میخواستم در حقیقت بریزم خروجی این ایرور رو میخواستم بریزم داخل این چرا اینو نریخت یه نکته اینجا داره بچه نکته که وجود داره تو این عکس که من گذاشتم نکتهش هست بیدید بچه ها. یه اعدادی اینجا داریم صفر و یک و دو این اعداد چه معنی میدم؟ بیایم توی مثال ببینیم وقتی من می نویسم date بیز داخل date.txt این معنیش اینه که خروجی استاندارد دیت و بیز داخل date.txt txt. دا دی. دا حالا من اگر اینجا بنویسم مثلا این با اون قبلی هیچ فرقی نداره به صورت پیشفرض چون خودش خروجی استاندارد رو در نظر میگیره نیاز نیست یک رو بنویسید حالا این موقع است شما میگید من میخوام ایرور رو بریزم داخل این فایل پس بعد خروجی رو بذارم دو متوجه منظورم شدید پس اگه من اینجا بنویسم من اینو بنویسم بذارید بنویسم یک سنت دات تی دی. الان دیتو باز بکنم تاریخ امروز رو داخلش گذاشته خب فرقی هم نمی کنه. اگه من بنویسم این هم بنویسم باز همونه هیچ فرقی نمی کنه دقیقا اگه من دیتا رو باز بکنم همون داخلشه پس بین این با این هیچ فرقی وجود نجفتش یک سانه حالا یه نکته دیگه این چه فرقی داره بچه این با این چه فرقی داره فرقش اینه که بچه ها اگه من الان بنویسم کل توی دیتا TXT قبلا تاریخ بوده دیگه الان اینو اجرا بکنم اون تاریخ رو پاک میکنه تقویم رو میذاره داخلش نگاه کنید بچه ها تقویم اون قبلی رو پاک کرد یعنی مقدار قبلی رو کامل پاک کرد اینو گذاشت یه مواقع هست که من میگم نمیخوام قبلی رو پاک کنیم میخوام دوتاش با هم باشه اینجا میاد چیکار میکنید میاد میگید که date دو تا از اینا میذارید دیت.txt الان چیکار میکنه اینو تاریخ رو نگه می‌داره اون روز هم داخلش اضافه میکنه نگاه کنید بچه‌ها دیت.txt الان نگاه کنید این تاریخ رو نگه داشت روزم بهش اضافه کرد پس اینجوری میشه گفتش که اگر یه دونه بذاریم اوورایت میکنه یعنی قبلی رو پاک میکنه جدیده رو میریزه اگر دو تا بذاریم قبلی رو نگه میداره جدیده بهش اضافه میکنه پس این فرقش اینه حالا بریم سراغ اون بیم ایرور رو بینیم رو باید چیکار بکنیم گفتم که شما وقتی نمی نویسید چیزی وقتی چیزی نمی نویسید خودش به صورت پیشفرز خروجی استاندارد رو در نظر میگیره پس اگر این چیزی که قبل از این هست ارور بده ارور دیگه توی نمیریزه چون ما بهش نگفتیم ارور رو بریزه حالا میخوایم بگیم ارور رو بریز داخل رو چیکار میکنیم مثلا من یه دستور مینویسم کل این دستور خطا اجرا کنم بعد خطا میده حالا من میخوام این خطا رو بریزم داخل یه فایل میگم چی میگم کل این دستور رو مینویسم اینجا یه عدد دو میذارم بعد میگم خور... خطای استاندارد رو بریز داخله دیگه بهش نگفتم خروجی استاندارد گفتم خطا چون خطا میده خطا رو داخل داخلی حالا اگه این فایل رو بازش بکنی میکنید. این اروره رو ریخت داخل پس اگه شما خواستید خروجی استاندارد رو بگیرید یا یک بذارید یا هیچی نذارید یا اگه میخواستید خطا رو بریزید داخل یه فایلی بعد دو بذارید حالا بیم یه مثال بزنیم من میخوام رو با هم استفاده کنم نیا کنید اینجا رو من میگم کل دش وای مثلا کل تا دقیقه تقوی امسال رو بریز داخل دیت بذارید مثلا دیگه اصلا اوورایتش کنیم دیت دات تی اکس دی و اگر ایرور داد باز بریز داد ایرور دات تی اکس دی ایرور دو میزم اسمشون این دستور رو اجرا بکنیم بچه ها چون این یه کامند استاندارد و درسته خروجی استانداردش رو داخل این و چون اروری نمیده داخل این هیچی نیستش اجرا بکنم اینو الان اگه ls بگیرم یک کنید بچه ها. من یه دونه error داده تکسی درست کرد این فایل رو درست کرد یه دونه اینو درست کرده الان داخل این چون این کامند درست بوده تقویم و میریزه ولی داخل هیچی نمیریزه ببینید بچه اینجا رو date txt یا کن سال ریخ تو این اما داخل این هیچی نباید خالی باشه چون ارور نداد یه بار دستوری بیارم حالا من اینجا مثلا یه چیز عجب عجب میرسم این کاملا باید ارور بده پس باید ارورشو رو بریزه داخل ایرور داد ایرور دو دا ولی خود خروجی دیگه نداره پس تو این دیگه چیزی دی اوبرایت نمی کنه ببینیم حالا من کت میکنم دی داد تی اکس دی و این خالی شد چرا چون خروجی استاندارد نداشت اینو خالی کردش اما حالا اگر بنذارم .txt این ارور رو داخل این رخ اون این ارور است پس شما با این اعداد میتونید بازی بکنید و خروجی های مختلف رو بریزید داخل فایل های مختلف حالا بریم راجع به این صحبت کنیم بچه ها بیم راجع استاندارد اینپوت صحبت بکنیم که اصلا چی هستن و کامند آرگومان خب یه مثال بزنیم بچه فرض الان من میام یه چیزی میمیسه بچه میسم cat test.txt خب الان میگم که در خروجی cat رو بریز داخل این الان منتظر من یه چیزی تایپ کنم مثلا من مینویسم کل داش m خب الان اگه من برم تکست تست تکستی رو باز بکنم چی رو ریخته داخل شد بچه ها شما نوشتم نیا کنه اینو ریخته داخل این با این دستور من گفتم که خروجی کت رو بریز داخل منتظر بود من یه چیزی بهش بدم که بریزه داخلم. حالا میخوام چیکار کنم میخوام بگم که کت صفر این دیگه این نیست و بزرگتر نیست کچکتر شده میبینید تست test.txt اینو بریز داخل یه فایل دیگه ای به نام تست 2.txt ببینیم چه اتفاقی میفته این اجرا کنم می بینید بچه‌ها اومد محتویات اینو خوندش ریخت داخل این یعنی چیکار کرده است یعنی اومد این مقدار این رو به صورت ورودی ورودی اینو داد به خروجیش کرد داد به این همچی چیزی میشه سخت توضیح دادنش بذار جمله قشنگ بهش پیدا کنم بیا اکثر ببینیم رو اکس بهتون بگم سفت میکنه ورودی استاندارده یعنی من گفتم که ورودی استاندارد این رو که میشه چی میشد این بریز به عنوان خروجی استاندارد بریز داخل تست 2.txt اوکی معنیش میشه این حالا بریم یه مثال دیگه بزنم براتون یه مثال جالب میخوام بزنم اینجا رو ببینید بچا خب حالا یه مثال میخوام براتون بزنم بچا فرض کنید که همیشه اینجوری نیست که شما بخواد بریز داخل یه فایلی یه مثال میخوام براتون بزنم من این یه ترمینال دیگه باز میکنم این صفحه ترمینال دیگه است میخوام از اینجا یه چیزی رو بریزم داخل این ترمینال ببینیم چه جوری این کارو میکنه می مثلا کت میگم ورودی استاندارد test.txt که چی بود داخلش تست.txt بود اصلا چی بود تست.txt با این بود میخوام اینو بریزم داخل اون یکی ترمینال ببینیم چجوری این کار انجام میدیم به عنوان خروجی استاندارد بفرستش کجا اون یکی حالا اون یکی کجاست برای اینکه بفهمیم آدرس این چیه میذاریم تی این آدرس این یکی ترمیناله یونیت میزنم چی؟ slash dev slash pts 1 one <inter> اینتر الان اگه بیام اینجا میبینید بچه این آورد اینجا دیدید بچه پس میشه خور... ورودی استاندارد انداخت داخل این یا اصلا یک کار دیگه بکنیم من میگم که کل داش وای میگم اینو به عنوان خروجی استاندارد بفرست اونور داد پی ببینیم این اتفاق افتاد چه اینجا نیرو کن. بله کنید یعنی گفتم اینو دستور اجرا کن خروجیش رو بفرست اون یکی ترمینال به همین سادگی خب این ما در رابطه با اینپوت آوت صحبت کردیم ویدیومون دیگه طولانی تر نشه جس بریم بیایم جلسه بعدی در رابطه با پایپینگ صحبت بکنیم اصلا پایپینگ چی هست و چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم یه فکر چند بار ازش استفاده کردیم در طول این کورس ولی خب میخوام الان مفصل راجبش صحبت بکنیم فعلا خدافظ و جلسه بعد